سلام به دوستان عزیزم در کانال فارسینت خیلی ممنون که امروز هم همراه ما هستین در ابتدا میخوام از دوستانی که به تازگی همراه ما شدن بگم که لطفا ما رو سابسکرایب کنن و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگوله که کنار سابسکرایب رو هم بزنن در این ویدیو میخوایم باهاتون در مورد پاکسازی ریه با روش های طبیعی و سنتی صحبت کنیم پس تا آخر این ویدیو در فارسی همراه ما باشید ریه ها یک اندام بسیار مهم هستند که در معرض عوامل مضر خارجی قرار میگیرند بنابراین های اهمیت است که غذایی رو انتخاب کنیم که به پاکسازی ریه ها کمک کرده و خطرات توصیه بیماری های ریه را کاهش دهیم بیماری های ریه برخی از بیماری های شایع در سراسر جهان هستند و برخی مشکلات تنفسی از خفیف تا جدی از جمله برونشیت، آس و زاتور ریه را ایجاد می کنن که باید از آنها جلوگیری کنیم. با انجام تمرینات منظم، دوری از آلودگی و سیگار کشیدن، افراد زیادی این بیماری را مدیریت می کنند. به منظور بهبود و پاکسازی ریه، داشتن یک رژیم غذایی سالم مهم است. در این بخش از فارسی نت ما برخی از بهترین غذاها رو برای پاکسازی و سلامت ریه ها به شما معرفی می کنیم. کلم کلم ها به دلیل داشتن آنتی اکسیدان و کلروفیل به از بین بردن سموم از بدن کمک می و خون را تصفیه می بهترین انتخاب برای پاکسازی ریه ها گل کلم، کلم، کلم بروکسل، بروکلی هستند. در حقیقت سبزیجات برای سلامتی بسیار خوب است. برابر این آنها را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. امگا 3 اسیدهای چرب برای سلامتی کلی بدن اهمیت دارد مطالعات نشان میدهد غذاهایی که حاوی اسیدهای چرب بالایی هستند اثرات مثبتی بر آسم دارد در صورتی که نمی اسیدهای چرب امگا 3 را به مقدار کافی از طریق آجیل، بذر کتان و ماهی به دست آورید، برابری مکملهای موجود آن را مصرف کنید. ویتامین C غذاهای حاوی ویتامین C می تواند به پاکسازی ریه ها کمک کنند تا اکسیژن را به طور موثر در بدن حمل کنند. برخی از غذاهای حاوی ویتامین C عبارتند از فلفل دلمه ای قرمز و سبز، مرکبات، لیمو، پرتقال، گریپ فروت، گوجه فرنگی و سبزیجات، بروکلی، انبه، توت فرنگی، آناناس و هندوانه. اسید فولیک غذاهای حاوی اسید فولیک برای جلوگیری از انواع سرطان و مبارزه با فرایند سرطان ریه مناسب هستند دانشمندان دریافتند که تنفسهای کوتاه با مصرف کم اسید فولیک در ارتباط است آنها نتیجه گرفتند که افزایش مصرف اسید فولیک میتواند به پاکسازی ریه ها کمک کند غذاهای حاوی اسید فولیک مارچوبه لوبیا سیاه اسفناج عدس و چغندر هستند مانیازیوم منیزیوم یک ماده مدنی و برای کسانی که مبتلا به آسم هستند توصیه می شود. منیزیوم به افزایش ظرفیت ریه های شما کمک کرده و در فرایند تنفسی موثر است و راه مناسب برای دریافت مواد مدنی از طریق مصرف آجیل، دانه ها و یا لوبیا است. در واقع غذاهای حاوی منیزیوم یکی از بهترین غذاها برای پاکسازی ریه ها هستند که باید بدانید و هرچی زودتر به رژیم غذایی خود اضافه کنید. غذاهای تازه غذاهای پردازش شده و کنسروی ممکن است ارزان و مناسب باشند اما این غذاها قطعا هیچ فایده ای برای بدن ندارند در عوض آنها فقط بدن شما را از هسته نابود کرده و تضعیف می کنند به این دلیل که حاوی مواد شیمیایی مضر هستند و بر عملکرد متابولیک بدن و همچنین سطح قندخون خون تاثیر میگذارند بنابراین توصیه می, می شود غذاهای تازه بخورید تا بدن شما تمیز شود در عین حال می توانید تفاوت در سلامت را نیز مشاهده کنید. سیب سیب به دلیل داشتن آنتی اکسیدان ها، پنیفونول، فلانوئید، ویتامین س و فیب به مبارزه با سرطان، جلوگیری از افزایش سطح قند، دستگاه تنفسی سالم کمک می کند. علاوه بر این مطالعات نشان داده سیب می تواند به کاهش خطر ابتلا به سرطان ریه و آسم کمک کند. خوردن پنج سیب در هفته به عمل کرده بهتر ریه به دلیل مقدار بالای آنتی اکسیدان ها مرتبط است. به خاطر داشته باشید سیب ارگانیک را با پوست بخورید چون پوست آن 6 برابر آنتی اکسیدان دارد. طالبی طالبی غنی از ویتامین آ و س است همینطور که میدانید مصرف بالای سبزیجات و میبه های حاوی کارتونوئید با کاهش خطر آس و سرطان ریه ارتباط دارد به همین دلیل توصیه می شود طالبی رسیده که شیرین و قلیایی است بخورید در نتیجه به متعادل کردن پهاش کمک می کند کرفس متعادل نگه داشتن الکترولیت و تعادل شیمیایی یکی از بهترین عوامل پاکسازی بدن است کرفس به عنوان منبع خوبی از سودیوم طبیعی به از بین بردن دیوکسید کربن بدن کمک می کند. افراد مبتلا به آس می تواند کرفس تازه و آب آن را به رژیم غذایی روزانه خود اضافه کنند. زیرا حاوی مقدار بالایی ویتامین C هستند و به تسکین التهاب ریه ها کمک می کند. قاصدک یکی دیگر از بهترین غذاها برای پاکسازی و سلامت ریه ها قاصدک است. زیر آب قاصدک حاوی پوتاسیوم، منیزیوم، آهن، کلسیوم و سدیم بالایی است که همه آنها برای سلامت ریه‌ها ها مفید هستند. برای مثال، منیزیوم به ساخت سلول های بدن به ویژه بافت‌های ریه‌ها ها کمک می کند. اگر قاصدک تازه ندارید، می توانید کاهو را جایگزین کنید. زردک زردک به دلیل داشتن فسفر و کلور برای دستگاه تنفسی و ریه ها مفید است. زردک به بهبود عملکرد برونشید و به کاهش شدت آسم و افزایش گردش خون به ریه ها کمک می کند. گشنیز گشنیز به دفع و کم کردن فلزات سنگین که موجب بیماری های ریوی و دیگر بیماری ها می شود کمک می کند. در واقع یکی از سبزیجات توصیه شده برای پاکسازی و سلامت ریه هاست برابر این آن را در رژیم غذایی خود بگنجانید. اسفناج اسفناج به دلیل داشتن ویتامین B برای سلامت بدن مفید است. مصرف منظم اسفناج می تواند خطر سرطان ریه را کاهش دهد. می توانید اسفناج را به صورت خام و یا سوپ اسفناج بخورید. بذر کتان مطالعه انجام شده در مورد فواید بذر نشان داده رژیم حاوی بذر نه تنها از بافتهای ریه قبل از قرار گرفتن در معرض تششع محافظت می کند بلکه همچنین می تواند پس از قرار گرفتن در معرض تششع آسیب را کاهش دهد بذر ممکن است به کاهش خطرات سرطان ریه محافظت از بافتهای ریه و کمک به ترمیم های ریه کمک کند کدو تنبل کدو تنبل به دلیل داشتن محتوای بالای پوتاسیوم، منیزیوم و ویتامین C و ای و مقدار زیادی کارتونوئید به کاهش خطر ابتلا به سرطان ریه کمک می کند. علاوه بر این مصرف کدو تنبل برای بیماران سرطانی مفید و علاوه بر این مواد مغذی موجود در کدو تنبل برای کمک به مبارزه با اثرات جانبی ناخواسته داروهای قوی شیمی درمانی مؤثر است. زنجبیل زنجبیل یکی از قوی ترین گیاهان درمانی است و سلامت کل بدن را بهبود میبخشد. این ادویه به دلیل داشتن خاصیت ضد التهابی و سمزدایی به از بین بردن آلودگی‌های های ریه کمک می کند. علاوه بر این مولکول های زنجبیل آلاینده های هوا را از راه های هوایی پاک می کند، اخلاط را کاهش می دهد و گردش خون را به ریه ها افزایش و در سلامت ریه را بهبود می بخشد. بهترین راه این است که زنجبیل را به وعدههای های غذایی خود اضافه کنید هرگاه غذا میخورید یک تکه زنجبیل کوچک بجوید زیرا به حزم غذا و از این بردن سموم بدن نیز کمک میکند سیر سیر یکی از درمان های موثر برای فشار خون کلسترول بالا بیماری های تنفسی و دیابت است طبق مطالعات انجام شده مصرف هفتگی سیر خام ممکن است خطر سرطان ریه را تا 44 درصد کاهش دهد ترکیبات سولفوری که موجود در سیر هنگامی که خام مصرف می شود به طور مستقیم به ریه ها وارد می شوند. علاوه بر این سیر حاوی فلونوئید است که تولید گلوتاتیون را تحریک می کند و باعث کاهش مواد سرطانزا و سموم می شود. هویج هویج به دلیل داشتن ویتامین آ، س و آنتی اکسیدان ها مثل لیکوئین به بهبود سلامت ریه کمک می کند و خطرات بیماری های ریوی را کاهش می دهد. متخصصان همچنین به این باورند که افزودن چند هویج به رژیم غذایی به طور منظم میتواند خطرات ابتلا به سرطان ریه را تا 50 درصد کاهش دهد. زردالو زردالو به دلیل داشتن ویتامین آ برای سلامت دستگاه تنفسی مفید است. از آستر ریه ها محافظت و در نتیجه خطر ابتلا به عفونت ریوی را کاهش میدهند. گردو گردو منبع خوبی از امگا است و خوردن مداوم آن به شما در بهبود آسم و دیگر بیماری های تنفسی کمک می کند. هر روز مقدار گردو بخورید تا از اختلالات ریه جلوگیری کرده و آن را درمان کنید. حبوبات همه انواع لوبیا منبع خوبی از آنتی اکسیدان ها، منیزیوم، اسید های چرب هستند که با رادیکال های آزاد که برای سلول های ریه مازر هستند مبارزه و سیستم قلب عروقی را تقویت می کنند. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. خیلی ممنون که همراه ما بودین. تا ویدیوهای بعدی ما خدا نگهدار.